بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أريد أن مسألة مهمة صحبت میکنیم این هم باشد مسألة نصرت و دفاع از رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا فرض عین است یا فرض کفایه فرض عین باشد یعنی 1 میلیارد و 800 میلیون مسلمان باید دفاع کنند اگر فرض کفایه باشد چند مسلمان ها اگر دفاع کنند از دیگر ها گناه ساقط می شود. در حقیقت دفاع از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای هر یک مسلمان بالغ و عاقل فرض عین است. بالغ یعنی شخصی که به بلاغت رسیده است. یعنی به کودکان نابالغ فرض نیست. عاقل شخصی که صاحب عقل است و شخصیت هایی که از عقل بیگانه است برای آنها نیز فرض عین نیست. خب دفاع از رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاصه کلام فرض عین است نه فرض کفایه لیکن به قدر استطاعت هر کی علم دارد با علم مال دارد با مال هنری دارد با هنر به قدر امکان اگرچه با اظهار معیده ترین محبت نسبت به پیامبر صلی الله علیه وسلم و اظهار نفرت به دشمنان و مسخره کنندگان پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد برای فرض عین بودنی دفاع رسول الله صلی الله علیه وسلم چند دلیل از قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم ذکر میکنیم دلیل یکم الله تعالی از تمام پیغمبرها از حضرت آدم شروع تا حضرت عیسی علیه السلام عهد و پیمان گرفته است که وقتی که حضرت محمد علیه السلام مبعوث میشود پیغمبر می شود شما به او ایمان می آرید و او را نصرت می دهید یعنی علیه دشمنانش یاری می دهید دفاع می کنید اگر در آن وقت زنده باشید الله تعالی در این باره در سوره آل عمران گفت و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون امام طبری در تفسیرشون از حضرت علی ابن ابی طالب نقل کردند که حضرت علی گفتند که لم يبعث الله عز وجل نبيا ادم فمن دون الا اخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالی هر یک پیغمبری که فرستانی از حضرت آدم شروع از همه آنها عهد و پیمان گرفت در حق محمد صلی الله علیه وسلم که اگر محمد لعین بعثه و هو حیون لیومینن نبیه و لینصرونه اگر محمد پیغمبر شود و شما زنده باشید البته به او ایمان می آورید و او را نصرت می دهید و یأمره فیأخذ العهد على قومه و الله تعالی هر یک پیغمبر امر کرده است که از امتانش نیز به این مسئله عهد و پیمان گیرد یعنی هر یک پیغمبر از امت خودش عهد و پیمان گرفته است که اگر محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر شود فرستانده شود تو به او ایمان می آری و او را دفاع و نصرت میدی ببینید هر یک امتان پیغمبر برای آنها فرض است که از پیغمبری آخر زمان دفاع کنند چی یهود چی نصارا باید از محمد صلی الله علیه وسلم دفاع کنند در حقیقت بعضی یهودا و بعضی نصارا دفاع کردند و جانبی مسخره کنندگان پیغمبر صلی الله علیه وسلم را محکوم کردند شما ببینید اگر به یهود و نصارا و پیروان دیگر دین ها اگر فرض باشد که از پیغمبر آخر زمان دفاع کنند پس چگونه برای مسلمان ها دفاع از پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرض نیست
او در آخری آیات الله تعالی فاولائک هم الفاسقون گفت، کسی که عهد شکنه و این عهد وفا نکند، از محمد صلی الله علیه و سلم دفاع نکند، اولائک هم الفاسقون است، اینها فاسق هستند گفت الله تعالی. یعنی تمام پیغمبرها از امتهای خود عهد و پیمان گرفته بودند. دلیل دویم برای فرض بودنی دفاع پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای هر یک مسلمان، این آیت نوح سوره فتح الله تعالی سبب فلسطینیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بیان کرده گفت که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیغمبر ما تو را فرستادیم تا شاهد به یگانگی الله تعالی، تو شاهد هستی و به عملهای بندگان شاهد هستی، و مبشرن و کسی که به تو ایمان بیارد و عملهای صالح کند تو بشارت دهنده او به جنت هستی، و نذیرن هر کسی که ایمان نارد و گناهکاری کند تو نظارت کننده، بیم کننده، ترساننده او از آتش دوزخ هستی. لتؤمنوا بالله و رسوله، ما تو رو فرستادیم تا اینکه به سبب دعوت تو مردم به الله و رسولش ایمان بیارن، و تو عزیروه، ما تو رو فرستادیم تا اینکه مردم تو رو نصرت دهند، یاری دهند، و تو وقروه، تو رو بزرگ شمارن، و تو سبحوه بکرتا و عصیلا، تا اینکه تو را سحری و بیگاهی پیغمبر به سبب دعوتی تو الله تعالی رو مردم سحری و بیگاهی تسبیح گویند. امام جلال الدین محلی گفتند و تو عزیرو ینصرو، معنای تو عزیرو ینصرو یعنی ما تو رو فرستادیم تا اینکه مردم تو رو نصرت دهند، دفاع کنند از تو. و این دلالت به فرض بودنی دفاع پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنه. در کتاب سارم المسلول آمده است که شیخ الاسلام گفتند که اوجب الله من تعذیره و نصره به کل طریق، الله تعالی دفاع و نصرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به هر راه فرض گردانیده است. واجب در نزد مذهبی امام احمد یعنی فرض است. دلیل سیوم قول الله تعالی در سوره محمد است، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ای آنهایی که ایمان آورید اگر الله تعالی رو نصرت دهید در نتیجه الله تعالی شما رو نصرت میدهد و قدم های شما رو استوار میگرداند. و نصرت النبی صلی الله علیه وسلم من نصرت الله، گفتن علما نصرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جمله نصرت الله تعالی هست. الله تعالی به یاری ما محتاج نیست. چگونه ما الله تعالی رو یاری دهیم؟ یعنی بالقیام بدینه، با قایم استادن به دینش. وقتی که پیروی از دین الله تعالی میکنیم، این نصرت دینی الله تعالی است. و اینچنین و دعوت ایله، دعوت کردنی مردم به دینی الله تعالی، و از جمله دفاع کردنی پیامبر صلی الله علیه وسلم، این نصرت دین، نصرت الله حساب می شود. عبدالرحمن سعدی در تفسیر این آیات میگه هذا امر منه تعالی للمؤمنین، این امر است، گفتم اگرچه با صیغه شرط باشده، این امر است از جانب الله تعالی برای مؤمنان. و امر در نزد شریعت دلالت به فرضیت و حتمیت میکنه. دلیل چهارم در سوره اعراف الله تعالی میگه که فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، آنهایی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند و او را دفاع کردند و نصرت دادند و به اون نوری که به او نازل شد یعنی قرآن پیروی کردند، اینها از جمله نجات یافتگان هستند. فعلق الفلاح بالنصره، علما گفتند که فلاح را به نصرت معلق کرد، یعنی نجات را به نصرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلق کرد. پس کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نصرت ندهد، دفاع نکند، یاری ندهد، او از جمله نجات یافتگان نیست. دلیل پنجم در سوره انفال الله تعالی به نصرت مؤمن ها امر کرده است، و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر مؤمن ها از شما یاری طلب کنند پس بر شما فرض است که به آنها نصرت دهید
ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ونصرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم واجب تر است يعني فرض تر است. در صحيح بخاري از حضرت انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمده است که پیغمبر صلى الله عليه وسلم چنین فرمودند: انصر اخاك ظالما او مظلوما، برادرت را یاری ده، نصرت ده، خواه ظالم باشد خواه مظلوم. یا مرد گفت که یا رسول الله، من برادرم را در حالتی مظلوم بودنش یاری میدهم، یک کسی به او ظلم کند من او را دفاع میکنم، طرفگیری میکنم، به او یاری میدهم. برای من خبر دید که اگر ظالم باشد چگونه او را نصرت دهم. گفتن که تحجزو او تمنعه من الظلم، او را از ظلم نگاه میداری، خواب با دست خواب با زبان پیش راه او را میگیری که دیگرها را ظلم نکند. فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ انا همین نصری نصرتی مسلمان ظالم است. فَهَذَا فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ این در حق مؤمن ها، ببینید مؤمن خواه ظالم است خواه مظلوم است، باید ما دفاع کنیم و برای ما این حق است. و فی حق النبی صلی الله علیه و سلم اعظم، و در حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حق بو بزرگتر است که باید ما از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفاع کنیم. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، بر ذمه ما حق است که مؤمن ها را نصرت دهیم در سوره روم. و در صحیح بخاری امام بخاری یک باب گذاشتن، به یکی از باب هایشان گفتن باب ذب الرجل عن ابنته، باب درباره دفاع مرد از دخترش. اگر دختری کسی را اگر تحقیر کند، مشروع است برای پدرش که از دختری خودش، از ناموس خودش دفاع کند، خواه دختر است، خواه همسر است، خواه مادر است، خواه پدر است. وقتی که یک نزدیک شما را کسی اگر تحقیر کند، شما باید دفاع کنید. در مسند امام احمد آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: من ذب عن لحم اخیه بالغیبه کان حقا علی الله ان یعتقه من النار. کسی که گوشت برادری مسلمانش را در حالت غایبیش دفاع کند، یعنی کسی که یک مسلمان را غایب در حالت غایب بودنش غیبت کند، یعنی در حق صفتهای بد ذکر کند، تحقیر کند، و آن آدمی که در همین مجلس حاضر است دفاع کند از شخص غایب، از مسلمان غایب دفاع کند، پیش راه غیبت گیرد، مسلمان برادر خودش را دفاع کند، در حق او این سخن را نگو. گفته اگر دفاع کند کان حقا علی الله یعنی یعتقه من النار، حق الله تعالی است که او را از آتش دوزخ نجات دهد. الله تعالی در دیگر لفظ ها آمده است که الله تعالی نیز روزی از روزها در این دنیا و در آخره از او دفاع میکند. کسی در از حق برادری مسلمانش دفاع کند، الله تعالی از او دفاع میکند. پس اگر کسی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفاع کند، الله تعالی می باب اولا از او دفاع میکند. دلیل ششم، دفاع از حیوان بیگناه از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. در صحیح بخاری آمده است که وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهی صحابگان به سوی مکه سفر داشتند، ناگاه شطوری رسول الله صلی الله علیه و سلم که قصوان آن داشت از سیر باز استاد و به زمین نشست. صحابه ها گفتند خلعت القصوا، خلعت القصوا، یعنی قصوا از حرکت سرکشی کرد. حرینت یعنی وقفت حین طلب طلیب جریوها، ابت المسیر ترجمه شمی خیلی است که خلعت یعنی به معنی سرکشی کرد از راه روی. صحابه ها در حق شطوری پیغمبر که قصوان آنداش گفتن خلعت یعنی از راه روی سرکشی کرد، از راه روی سرکشی کرد قصوا. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که ما خلعت القصوا، قصوا از راه گشتن سرکشی نکرد. گفتن رد زدن به صحابگان، دفاع کردن از شطورشان. ما خلعت القصوا و ما ذاک لها بخلق،
ولكن حبسها حابس الفيل. ببینید این حدیثی به نهایت بزرگ است. تمام حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ است. ما خلعت القصوا، قصوا از راه روی سرکشی نکرد. و ما ذاک لها بخلق، و این از خلق او نیست. خلق قصوایی نیست که او از راه روی سرکشی کند. ولیکن حبسها حابس الفیل، لیکن این را از راه روی باز داشت آن ذاتی که شتر را از راه روی، فیل را از راه روی باز داشت. در سوره فیل تفسیرش خواند، وقتی که اصحاب فیل خواستن با فیل های خود کعبه را ویران کنه، الله تعالی آن فیل ها را از سیر و از راه روی باز داشته بود. گفتن آن ذاتی که فیل ها را از راه روی باز داشت، این شتر را هم آن ذات از راه روی باز داشت. گفتن در اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم از حیوان بیگناه دفاع کردن. امام حافظ ابن حجر در فتح الباری گفتن که در فقه حدیث، در فهم این حدیث گفتن که جواز الحکم علی الشیء بما عرف من حادته. این حدیث افاده میکنه جایز بودن حکم را به یک چیز به آن عادتی که از او شناخته شده است، طبق عادتهایی که از او دانسته شده است، طبق عادتش ممکن است که به او حکم کرده شود. پیامبر اسلام طبق عادتی همین شطور به شطور حکم کرده، از شطور دفاع کرده. علامه بکر ابو زید در کتاب تصنیف الناس در زیر همین حدیث بسیار سخنهای بزرگی دارند. از جمله گفتن که فقط اعذر النبی صلی الله علیه وسلم غیر المکلف من الدواب باستصحاب الاصل. پیامبر صلی الله علیه وسلم حیوان غیر مکلف را معذور دانستند از این خطاگیش. گفتن این عذر داره به استصحاب عصر، به تکیه به عصر که عادتی او بود. خوب، نصرت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها فرض است. الله تعالی از نصرت دیگرها پیامبر صلی الله علیه و سلم را به حاجت کرده است. الله تعالی خودش از پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاع میکنه، لیکن برای چی مؤمن ها را نیز امر کرده است؟ برای امتحان، برای امتحان که کدامی از مسلمان ها از پیغمبر در حالتی نبودنی پیغمبر دفاع میکنند و کدامی آنها دفاع نمیکنند. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. در سوره حدید الله تعالی گفت که تا اینکه الله تعالی داند که کدامی از مسلمان ها نصرت میدهند پیغمبرها را در حالت غایب بودن آنها. ابن عباس گفت که ینصرونه ولا ینصرونه، پیغمبر را ندیدم لیکن دفاع میکنم. وقتی که کسی در حق پیغمبر سخن ناجا گوید، تحقیر کند، مسخره کند، دفاع از پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنه. اینه برای الله تعالی، برای امتحان مسلمان ها، برای مسلمان ها فرض کرد. و ایلا الله تعالی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاع میکنه. ان الله قوی عزیز، الله تعالی ذاتی قوی هست، به نهایت با قوت است، عزیز است، الله تعالی غالب است. کسی به الله تعالی جنگ اعلان کنه، نتیجهش معلوم است. الله تعالی غالب است و دشمنی الله تعالی مغلوب است. الله تعالی در سوره مجادله گفت کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. الله تعالی حتمی و ضروری گردانید که لاغلبن انا و رسولی، من و پیغمبرهای من غلبه میکنم. ان الله قوی عزیز، الله تعالی قوی و عزیز است، یعنی با قوت است و غالب است. در کتاب صارم المسلول شیخ الاسلام گفتن که الله تعالی واجب گردانید نصرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را و ایثاره بالنفس والمال، و مقدم دانستن پیغمبر را از نفس و مال، از پولتان، از مالتان، باید پیامبر صلی الله علیه و سلم را مقدم دانید. النبی اولا بالمؤمنین من
انفسهم. پیغمبر برای مؤمن ها از نفس هایشون دیده الله عزیزتر است در سوره احزاب. و اینچنین شخص مسلمان از تماشا کردن صورت های زهرناکی که به بزرگترین بشریت در آن مسخره کرده شده است پرهیز کنه. نگاه کردن به این صورت ها حرام است. در حقیقت علما از این کارها تحذیر میکردن. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتم که التکلم فی تمثیل سب الرسول و ذکر صفته ذلك مما یثقل علی القلب واللسان. سخن کردن در تمثیل حقارتی پیامبر. یک آدم پیامبر سلام حقارت کرد، شما خواستید در همین مسئله صحبت کنید، عیناً حقارتی همون شخص را گشته تکرار کردن یا صفتی که به صفتی که پیامبر سلام تحقیر کردن آنها در وقت نقل همون سخن گشته به زبان آوردن، این به دل و به زبان وزنین است. و نحن نتعظم ان نتفوه بذلك. و ما اینو گناه بزرگ می شماریم این که به زبان گیریم سخنی که اونها کافرها به زبان گرفتن، ما گشته همچون نقل هم به زبان نمی گیریم. و در حقیقت نگاه کردن و اون تحقیرها را نقل کردن هم نادرست است به اون صفتی که اونها ذکر کردن. و صلی اللہ و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه.